برگشتیم بینینده های عزیز، ادامه برنامه بامداد خوش شما بینینده هستین و در بخش ورزشگاه هستیم که آقای فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال با ما هستن و میخواین در مورد آغاز یک اردوگاه تمرینی تیم ملی فوتبال در کشور امارات بر ما صحبت های داشته باشن و معلومات همچنان موصل کنیم. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. بخیر، خوش آمدید. شما بخیر، سلامت باشین. تشکر. صبح هموطنان عزیز بخیر. مصطفی جان هم فکر میکنم خواهم مانده نمیست. مصطفی جان دیگه رخصتی رفتن. خب دوستی جانشو انشالله خوش بگذره برشون. سلام میکنم خدمتش. در خدمت شما هستم. تشکر میکنم از اینکه دعوت کردین، از اینکه به تیم ملی و فوتبال کشور ارزش دادین در بامداد خوش. سلامت باشه. ما همیشه ارزش میدیم. بله، وام که فوتبال باشه دیگه بحث جداگانه داره. خب میشه در مورد اردوگاه تمرینی تیم ملی بر ما کم صحبت داشته باشین که کدام بازیکنان جدید به تیم اضافه شده و کی ها در تیم میخواین بازی کنن؟ خوشبختانه امروز بعد از یک مدت بسیار زیاد، یک سریال طولانی کرونا متاسفانه برای ما اجازه نداد که تیم ملی ما تقریبا نزدیک به 2 سال مسابقه داشته باشه. خیر از یک کمپ تمرینی که ما در ماه دسامبر 2020 در آخرین ماه سال در امارات داشتیم، متاسفانه تیم ملی ما خیلی فعال نبود، اکتیویتی زیادی نداشت به دلیل کرونا و شرایط کشور ما. خب خود کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا هم سردرگم بود به خاطر ایجاد تقویم مسابقات. چندین بار در این برنامه با هم گپ زدیم در مورد خودت که کی میشه کی نمیشه آغاز میشه. بله، خب خلاصه دل به دریا زدن و تغییرات زیادی آوردن. خب هم به نفع ما شد هم به ضرر ما، ولی خب فعلا سود و زیانش برای کل تیم‌های آسیایی یکسان است. در هر گروه یک کشور میزبان شد و دیگه قرار نیست که مثلا افغانستان سفر بکنه به کشورهای مختلف یا ما از یک کشور دیگه میزبانی بکنیم. کشور قطر که یکی از کشورهای خیلی خوب آسیا از لحاظ فوتبالی میزبان گروه ما شده و ما از تاریخ 30 جون وارد قطر خواهیم شد. امروز سفر تیم ملی ما به کشور امارات آغاز خواهد شد. بازیکنان داخلی ما، استاف داخلی امروز از کابل پرواز میکنن به امارات و سایر بازیکنان تیم ملی هم از اقصی نقاط از گوشه کنار دنیا تا امشب و تا فردا صبح میرسن به امارات. تمرینات تیم ملی ما میشه از تاریخ 21 رفتن آغاز میشه، اما از تاریخ 20 او تعداد بازیکنانی که میرسن به امارات شرکت میکنن. در روز در امارات کمپ تمرینی داریم بسیار با امکانات خیلی خوب. فدراسیون فوتبال کشور تیم ملی را ساپورت کرده، حمایت کرده از هر لحاظ که فکرش بکنین. به قول معروف میگن یک کاری کردیم که در این سفر در تیم در کمپ تمرینی امارات آب در دل بازیکنان دیگه تکان نخوره. از هر لحاظ ساپورتشان کردیم که انشالله برن به قطر با دست پر برگردن. بله، خب انشالله که دیگه شکایت نخواد داشتن، چون همیشه ما بازیکنان که هیچ شکایت ندارن. خب رسانه ها و خبرنگارا ما اگر چندین بازیکنان که دعوت کردیم باز گفتن توجه زیاد صورت نمیگیره در یار سر. پس توجه صورت گرفتن و صورت نگرفتن میگم دیگه در 2 سال گذشته شرایط کاملا فرق داشت. موضوع کرونا حالا تغییر کرده و از هر لحاظ مردم دلشان جمع باشه. در این سفر تیم ملی ما انشالله در کمپ امارات با امکانات فوق‌العاده تمرین خواهد کرد. در کمپ بسیار 2 بازی تدارکاتی هم دارد. انشالله بریم به قطر و دوحه بر ما زیاد مهمه. در مورد بازیکناش نگفتیم که گفتیم که ها در این بازی بازیکنهای نو که در این مسابقه نو آمدن بر ما بگویم که ها 26 بازیکن، البته 30 بازیکن بود که 26 بازیکن انوش دستگیر در فاینال لیست جای داد. در این فدرس بازی میکنن، بازیکنهای خیلی خوبی هستن، کسانی هستن که از سال گذشته به این طرف تمرین دارن و خب البته وقفه کرونا باید شد بعضی از تمرینات هم لغو بشه. چند بازیکن جدید دارم، البته داریم از بازیکنان داخلی هم کسایی که در کمپ امارات درخشیده بودن دوباره توسط سرمربی دعوت شدن و یک ستاره جدید هم نام حسین زمانی دعوت شده که از نابغه های فوتبالیستای ماست. بله واقعا من میخواستم دوباره اینا بپرسم که بیشتر معلومات بدین، چون قسمی که شما مشاره کردین خب بازیکن خیلی خوب هست و چطور شد که در تیم ملی دعوتش کنه؟ حسین ما تقریبا مدت ها زیر نظر داریم، از اون جایی که استعدادش خود هالند یک نابغه رو معرفی کردن و حتی روزنامه سن انگلیس اگر شما گزارشش رو خوانده باشین رو به دیوید بکام تشبیه کرد. فعلا در شرف 19 سالگی است، بازیکن بسیار با استعدادیه، ولی خب بعضی وقتا بازیکنایی هستن که در یک مقطع نیاز به یک فرصت دارن برای رونما شدن. حسین بازیکن با استعدادی هست، اما بازی کردن در تیم ملی و خوب بودن در تیم ملی کار سختیه که در از ابتدا بیای بازیکن در تیم ملی بدرخشه، ولی ما امیدواریم. حسین بازیکنی است که میتونه برای کشورش بازی کنه و افتخار بیافرینه، ولی نیاز به زمان داره. این مسابقات دوستانه که انشالله برگزار میشه به نظر خودتان چه نتایج را در پی خواهد داشت و بازیکنان ما که در این کشور فرستاده شدن به شکل استعداد
تمرین میکنن آمادگی خاصه سوال خوب دقیقاً. ببینین بازی تدارکاتی است، در بازی تدارکاتی شما مثل زی میمونه که یک برنامه ریهرسل برین قبل از لایفتان. بازی تدارکاتی هم ریهرسل برنامه تلویزیونی است که شما احتمال داره خودتان از قصد یک اشتباه بکنین، خودتان ریسک بپذیرین که یک اشتباه صورت بگیره که در روز مسابقه یا در جریان لایفتان اشتباه صورت نگیره. مردم ما از برنامه‌های از مسابقات برنامه رو مسابقه مردم ما از مسابقات خیلی از مسابقات تدارکاتی نباید انتظار برد داشته باشن. چرا؟ چون شاید سرمربی میخواد در اون برنامه در اون مسابقه باز گفتم برنامه در اون مسابقه تاکتیک خود پیاده کنه و از همه مهمتر بتونه بازیکنایی که سرشان میخواد امتحان کنه. در مسابقه ما نمیتونیم ریسک بکنیم یک بازیکن داخل میدان کنیم و از او در اوج تست بگیریم، چون احتمال داره همون اشتباه باعث شکست تیم ما شود. اما در بازی تدارکاتی در بازی تستی شاید یک مربی ریسک بکنه و بخواد حتی نتیجه رو ماگذار کنه بریف، اما تاکتیک خود پیاده کنه. این دو بازی تدارکاتی مقابل سنگاپور و اندونزی روی کاغذ ما بالاتریم، هم از لحاظ فوتبالی هم از جدول رنکینگ، ولی من فکر میکنم سرمربی چون سرمربیان حریف هم انتخاب کردن بازی ها پشت درهای بسته برگزار شود، رسانه ها حضور ندارن، به خاطر این تاکتیک از همه مهمتر احتمال داره که ما بیشتر از اینکه دنبال مسائل نتیجه بگردیم دنبال مسائل آمادگی تیم بگردیم. انشالله بازی های اصلی ما در قطر است، 3 جون و 11 جون و 15 جون. خب این مسابقات به کدام تاریخ ها برگزار میشه و در مورد سرنوشت لیگ قهرمانان کشور ما هم بر ما میشه بیشتر بگوین که چی شد بالاخره؟ خب لیگ قهرمانان ما 2 روز پیش اعلامیه رسمی دادیم به رسانه ها و خدمت همکاران شما مرسال شد که به دلیل تیم ملی مسابقات تیم ملی ما لیگ قهرمانان فعلا به تعویق انداختیم تا تاریخ 20 جون. 15 جون بازی تیم ملی تمام میشه که تیم از قطر برمیگرده و 4 روز بعد در واقع 5 روز بعد ما لیگ قهرمانان آغاز میکنیم. قرار بود بعد از عید فطر آغاز کنیم، ولی خب فکر میکنیم در این برهه زمانی مهمترین چیز توجه مردم به تیم ملی است و از همه مهمتر تیم‌ها در ماه مبارک رمضان تمرین هم نداشتن و نتونستن خود آماده بسازن. مشکلات هست، میفهمین که بعد از افطار شاید امکانات مثلا نور و زمین‌های خوب نباشه که بعد از افطار تیم‌ها تمرین بکنن. فکر می‌کنم برای تیم‌ها هم یک فرصت خیلی خوب هست که در این یک ماه کنی ما دوباره خود آماده کنن. از آغاز لیگ بانوان هم میشه صحبت‌های داشته باشیم و چطور است تمرینات بانوانی که در تیم ملی هستن، چقدر آماده هستن و در کدام مسابقات اینا اشتراک خواهند داشت؟ تیم ملی بانوان ما خوشبختانه از تقریبا 2-3 ماه گذشته که آقای واحدی سرمربی شده و هدایتش بر عهده گرفته به صورت منظم همون یک روز در میان در استادیوم تمرین میکنن. خوشبختانه که میتونن شما یک روز بیاین سر بزنین ازشون، انشالله تمرینات بسیار منظم دارن. و یک خبر میتونم تقریبا تاپ هم براتون بودم، تیم ملی 23 ساله بانوان ما در ماه جون در 8 جون به تاجیکستان سفر میکنه برای مسابقات کفا، مسابقات مرکز آسیا هست، دارن آمادگی میگیرن. و لیگ دختران ما هم از دیروز بعد از وقفه ماه رمضان در سطح کابل آغاز شد. دیروز استقلال 18 گل به آشیانه زد، بازی بسیار پرگولی بود که زیاد مورد استقبال هم قرار گرفت این مسابقه برای از یک وقفه. بله ما فوتبال بانوان فوتبال دخترها را به هیچ وقت استاب نکردیم و نمی کنیم و نسبت به گذشته خیلی بهتر شده، تعداد تیم ها بیشتر شده، تعداد دخترها زیادتر شده و فوتبال حقشان است. همون هم که مردا فوتبال میکنن دخترها هم فوتبال میکنن، دارن پیشرفت هم میکنن و ما هم خوش هستیم از این مسئله. خب بس آقای مشوف درباره یمی بازیایی که قرار است بازی دوستانه که برگزار شوه، شما گفتین که یعنی حمایت زیاد در یارس صورت گرفته، پس میشه در مورد ازی بگوین که کدام کارا را شما در نظر گرفتین به این بازیکنای ما که وضعیتشان در خارج از افغانستان باید چگونه باشه و همچنان کوتاه در مورد اهداف امسال فدراسیون فوتبال برام بگوین؟ ببینین موضوع کمپ تمرینی، در کمپ تمرینی وقتی یک تیم ملی ما میره مسابقه شرکت در کمپ شرکت میکنه یا مسابقه تدارکاتی برگزار میکنه، مهمترین چیزی است که از لحاظ روحی بازیکن‌ها در شرایط بسیار خوبی قرار بگیرن. ما یک مجموعه فوق العاده مجلل در دبی برای تیم ملی تقریبا میتونم بگم قروخ کردیم برایشان، یعنی کاملا همه چیز در اختیارشان است. 2 زمین تمرینی داره این هتل بسیار لوکس مجلل تیم ملی، بازیکن‌ها دیگه نیازی ندارن از هتل بیرون شون، سوار بسن در این هوای گرم از مثلا برتون میگم از شارجه به دبی برن، از دبی برن به یک جای دیگه. در همون منطقه‌ای که تیم ملی اقامت داره 2 مسابقه تدارکاتی هم دمو جمع میشه، زمین تمرینی داره، جیم های بسیار خوبی داره و خب حضور در چنین کمپ در چنین هتل فکر میکنم یکی از
من سرچ کردم در می هتلی که در تیم ملی در امارات اقامت میکنه بزرگترین تیمای آسیایی اومدن کم زدن. خب بر کشور مثل افغانستان سر پای خودش هم متاسفانه به زور استاد است و تیم ملی ما 2 سال است که 1 روپیه از هیچ جای اسپانسر نداره. فکر میکنم یک افتخار خیلی خوب هست. 2 مسابقه تدارکاتی گرفتیم که این میتونه لحاظ فنی کمک زیادی بکنه و ملی پوشا رو در شرایط قرار دادیم. برای ما مهم نیست که برای بازیکن تیم ملی خودوجه چی میکنیم، برای ما مهم است که تیم ملی رو بازیکن ها رو لحاظ فنی و روحی در شرایط خوبی قرار بدیم گنا بتونن در با خیال آسوده با حفظ با آرامش خاطر به قطر سفر بکنن که اتفاقات رخ داده. خیلی تشکر از شما، خوشحال شدیم که شما را داشتیم. ان شاءالله که شاهد دستاوردهای خیلی خوبه از شما باشیم در برنامه بعدی. خب عزیزا میریم به طرف یک وقفه و پس از وقفه هم در بخش بعدی ما را همراه باشین.